به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما مسئولین و شنونده های عزیز. شما را باز هم خوش آمدید میگم به ادامه درس های مضمون اساسات تفتیش و کنترل. امید است که جلسه های درسی که ما تا فلحال بر شما داشتیم و پیشکش کردیم، مشکل هایش که شما در این راسته ها داشتین قبلا و مشکل های شما را ای رفع کرده باشه. عنوان جلسه قبلی ما شما در رابطه با موضوعاتی که باید مورد توجه مفتشین باشه در قسمت نوشتن ریپورت ها و گزارشات، او موارد ما روی از اشاره کردیم و دیگه هم بعض از جنبه های پهلو های دیگری که مهم است در قسمت نوشتن یک ریپورت ما او را هم بر شما پیشکش کردیم. سه جنبه را ما در جلسه قبلی یاد کردیم که مراد کردن از او زیاد مهم است برای مفتشین، که او جنبه ها را ما به سه بخش تقسیم کردیم، که جنبه اول از متن ریپورت بود یا کانتکستی که یک ریپورت یا گزارش می داشته باشه، که کدام مطالب باید مد نظر گرفته می شد. مثلا اصل فشردگی، متنی که وجود می داشته باشه باید فشرده باشه. دیگه اصل جامع بودن یا جامعیت داشتن، ریپورت هایی که تهیه می شه باید جامع باشه. دیگه هم اصل قناعت بخشی، ریپورتی که نوشته میشه باید قناعت مرجع های مختلف را باید ای کسب بکنه. ای اصل ها را باید یک ریپورت مفتش باید در داخل خود می داشت. دیگر جنبه دیگری که مهم بود عبارت از سفارشات بود، که هر سفارشی که یا هر توصیه که یک مفتش می دهد یا ارائه می کنه، یا هر توصیه که شریک می سازه یک مفتش با کمپنی، این توصیه ها باید شکل سازنده را داشته باشه. او توانسته باشه که مشکل های قبلی خود تصدی را ای رفع بکنه. در صورتی که اگر سفارش ها جنبه بهبودی نمی داشته باشه، جنبه سازندگی نمی داشته باشه، ای اصلا این سفارشات ای اصلا هیچ معنا یا مفهومی را نمیتونه داشته باشه. این مهم بود. دیگه هم ما گفته بودیم که چیز دیگه که مهم از در قسمت ریپورتینگ یا گزارش ها عبارت از اصل انتشار است، یا توزیع گسترش در توزیع ریپورت یا گزارش های مفتشین است. زمانی که مفتش نظریه های خود بیان میکنه درباره یک تصدی یا کمپانی که تحت بازرسی هست، ریپورت ازی باید در دسترس مردم های بسیار زیادی قرار بگیرند، در دسترس گروه هایی که نیاز دارن به این ریپورت ها، ضرورت دارن و میشه که این تصامیم آینده از اونها را رقم بزنه، باید در دسترس و اختیار او مردم و عمو دسته های اجتماع باید این قرار میگرفت. این زیاد مهم بود که ریپورت تنها باید قید نمیشد، محدود نمیشد تنها به یک مفتش، تنها به مو مرجع مستقل که از طرف او مرجع یک مفتش معرفی میشه. این باید در اختیار کلی انسانها و مردمی که در او اجتماع یا در او کشور زندگی میکنن در اختیار از اونها قرار بگیره، تا اینکه هر فرد هر شخصی در هر تصمیمی که میداشته باشه در قبال یک کمپانی بتانه او تصامیم خود بسیار به وجه حسن بگیره. امید است که او مطالب بر شما واضح شده باشه. حالا به یکی از عنوان‌های بسیار مهم دیگه که در بخش تفتیش هست و برمیگرده به مدل یا فصل سوم چپتر یا کتاب شما، او خطرات تفتیش است. یا آدیتینگ ریسکس، خطرهایی که میتونه وجود داشته باشه در قسمت تفتیش. تفتیش ما هم اگر شما باید داشته باشید، در همون جلسه های اولی که در این فصل ما آغاز کردیم در فصل سوم گفته بودیم، ما هر فعالیت اقتصادی که امروزه در این دنیا صورت میگیره این نمیتونه که خالی از خطرات باشه. هر فعالیتی که هر عمل اقتصادی که یا تجارتی که صورت میگیره، این عمل ها یا فعالیت ها این نمیتونه که از این خطرهای احتمالی امو بخش ها ای مبرا باشه یا استثناء باشه، مستثنا باشه. هر فعالیت حتما خطرات در اونجا وجود می داشته باشه. پس تفتیش هم یک امر بسیار مهم هست که این هم نمیتونه که بدون این خطرها باشه. هر کسی که تفتیش میکنه، هر کسی که مفتش هستن، در قسمت تفتیشش حتما به این خطرهای احتمالی ای برمیخوره. پس بر مفتشین این بسیار مهم است. اگر فردا مثلا شما میرین در یک جای من حیث یک مفتش تعیین میشین، قبل از اینکه شما به اقدام بیفتین، قبل از اینکه شما محاکمه شوین، قبل از اینکه شما پای شما در محاکم کشانده شوند، قبل از اینکه شما با چالش های بسیار کلان در بخش کاری خود مواجه شوین، بر شما بسیار مهم و ضروری هست که از این خطرهای احتمالی کارتان باید واقف باشین، با خبر باشین. عدم بیخبری شما را میتونه بسیار به اقدام کلان بیاندازه.
و عدم توجه نکردن به این موضوعاتی که ما فعلا در این مبحث یاد میکنیم شما را میتونه بسیار به یک چالش کلانه بکشانه. پس این مهم است برای مفتشین، بر هر بخشی که بر هر متخصصینی که در هر بخشای کاری خود کار میکنن، باید از خطرهای احتمالی کار خود باید اینها با خبر باشن. با خبری میتونه که او کارمندارا یا متخصصینه از مشکلهای بسیار زیاده که بعدا فراهرایشان میباشه، از اون مشکلات اینها را رهایی ببخشه. پس ما خطر تفتیش ما چه قسم میتونیم تعریف کنیم، یا risks of audit یا auditing risk، این را ما چه قسم میتونیم تعریف بکنیم یا این را به کدام مفهوم میتونیم بیان بکنیم؟ خطر تفتیش عبارت از خطر است که یک گزارشگر مفتش زمانی که یک مفتش گزارش خود ارائه میکنه بیان میکنه، نظر خود در صورت که اگر نادرست بیان میکنه، نظرش درست نمی باشه، منطقی نمی باشه، این نادرست می باشه، غلط می باشه، ریپورتی که تهیه میکنه ریپورتش اصلا بر امو اصلها یا معیارهایی که قابل قبول هست قبلا موضوع یاد کردیم به او اصلها یا استوار نمی باشه یا مستند نمی باشه، نادرست می باشه. این میتونه که من حیث خطر بسیار کلان تلقی شود در قسمت خطرات احتمالی یک مفتش. یا به عبارت دیگر خطرها را ما میشه که حاوی اشتباهات هم یاد بکنیم. اشتباهاتی که یک مفتش انجام میده، از هر اشتباه خود یک مفتش مجبور و مکلف است که باید جوابگو باشه. اگر فردا ممکن است که اگر این مفتش پایش کشانده میشه بر یک مرجع پاسخگو، مفتش باید جواب داشته باشه، هم در برابر تصدیه هم کمپانی، هم در برابر مرجع مستقل و هم در برابر محاکم. هر اشتباهی که میکنه از این اشتباهات خود مفتش مکلف است که باید جواب داشته باشه. یا خطر تفتش هم به معنای تحریف یاد میکنیم، تحریف کردن. تحریف کردن به معنای دستکاری کردن است یا تقلب کردن یا جعل و تخلف کردن در روند کاری تفتش. هر زمانی که یک مفتش دانسته فهمیده درک کرده یک اشتباه انجام میده، موضوعات تحریف میکنه به منفعت خود، به منفعت گروه های دیگه که متاثر از اونها است، یا بی‌طرف نمیباشه مفتش. در اینجا هم یک سلسله خطرهای بسیار مهم است که یک مفتش میتونه تهدید بکنه. پس ما به این مفاهیم میتونیم که خطرات تفتش را بیان بکنیم. دیگه تفتش را خطر تفتش میتونه به سه شکل باشه. شکل اول ریسک یا خطر برنامه ریزی شده هست. این اولین خطر هست که میتونه که خطر است که قبل از اینکه یک مفتش کار خودش شروع میکنه آغاز میکنه. این خطر میتونه که تهدید بکنه یک مفتشه. خطر دوم ریسک مربوط به گذشته است که برای مفتشین تا کامل شدن کارشان هنوز نامعین است، نامشخص است. او خطر است که قبلا وجود داشتن و هنوز کار یک مفتش تمام نشده. تا تمام نشدنش وقتی که یک خطری که مفتش را تهدید میکنه، این بخش دوم خطر میتونه باشه. سوم ریسک یا خطری هست که در وقت انجام کار یک مفتش، در وقت ارزیابی مفتش از فعالیت های تصدی یا کمپانی، این میتونه هم وجود داشته باشه. پس خطرها را ما نظر به محتوا یا نظر به خصوصیاتش به این سه کاتگوری تقسیم میکنیم. یکی قبل از شروع کار یک مفتش میتونه باشه، دیگه ای که او خطری که در گذشته بوده در مقابل اسناد و مدارک کمپانی که مفتش هنوز کارش تمام نشده، در جریان تمام نشدن کارش میتونه که مفتش تهدید بکنه. و دیگه خطر است که در اجرای کار یا در قسمت ارزیابی اسناد و مدارک این متوجه یک مفتش میتونه باشه. دیگه این خطرها بود. دیگه چیزی که اینجا مهم است مسئولیت های قانونی. مسئولیت های قانونی مفتش است که مفتش چی نوع مسئولیت را دارد از لحاظ قانونی. به طور معمول مفتش در قبال دو دست از مردم مسئول است. از لحاظ قانونی، از لحاظ الزامات قانونی، یک مفتش زمانی که ریپورت خود را تهیه میکنه، این در قبال دو دسته، دو گروهی از مردم این مکلف است که باید جوابگو باشد. دسته اول دسته ای هست که امو کمپانی هست یا هیئت مدیری است که مفتش را دعوت کرده به خاطر امر تفتش. یا اولین دسته است. دسته دوم که مفتشین مسئولیت قانونی دارند، باید جواب بدهند به سوالهای از اونها. او افراد یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که، یا ما به نام گروه های ثالث هم یاد میکنیم، از لحاظ قانونی یا از لحاظ حقوقی یا ترد پارتی. اینها کسایی هستند که نه مرجع مستقل تفتش هستن، نه هم خود کمپانی هستن که تحت بازرسی است. اینها کسای ثالث و یا سومی هستن که
به شکلی از اشکال میتونه یک زینفه باشه، به شکل از اشکال میتونه که ریپورت یک مفتش تصاویم از اینها را رقم بزنه. این هم میتونه که دسته باشه که یک مفتش از لحاظ قانونی باید به این جوابگو باشه، هم به کمپانی که یک مفتش را دعوت کرده، مفتش هر کاری که میکنه، هر نتایجی که به دست میاره، هر ریپورتی که میتونه، مکلف است که باید از ریپورت خود دفاع بکنه در مقابل امو تصدی که تحت بازرسی است. و دوم، در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی که ما ایره به نام اشخاص ثالث هم یاد میکنیم، که اینها کسایی هستند که به صورت مستقیم پایشان دخیل نیست در تصدی ها، اما میتونه که ریپورت مفتش تصامیم از اونها را هم رقم بزنه. پس از لحاظ قانونی به این دو دسته مردم یک مفتش میتونه که مسئولیت قانونی داشته باشه. دیگه چیزی که مهم است، مفتشین مستقل در رابطه با وظایف مرتبط چی مسئولیت ها را میتونه داشته باشه؟ وقتی که ما قبلا وظایفی که یاد کردیم بر مفتش، در قسمت انجام وظایف مفتشین چی مسئولیت ها را میتونه داشته باشه؟ مسئولیت های زیاد ذاتی، این را ما میشه یاد بکنیم، مسئولیت های ذاتی مفتش، که به خاطر از این که مفتشین کار خود انجام داده باشند، در قبال انجام یا اجرای وظایف چی مسئولیت ها را اینها باید همیشه احساس بکنند. اولین چیزی که شما اینجا در این سلاید ها هم میبینین، آشنایی با وظایف تفتش است. اولین مسئولیت یک مفتش وقتی که میخواهی از این خطرها خود را خلاص بکنه، یا ما به این نوع مسئولیت ها هم میشه یاد بکنیم، مسئولیت هایی است که توجه کردن به این مسئولیت ها میشه که مفتش از این خطرات محفوظ نگهداری بکنه. و اگر با این مسئولیت ها یک مفتش توجه نمیکنه، حتما مفتش به یک دام میافته، به یک مشکل کلان سردوچار میشه. اولین این مسئولیت چی است؟ آشنایی با وظایف تفتش است. زمانی که یک مفتش از وظیفه خود آگاهی نداشته باشه، او از مسئولیت خود آگاهی نداشته باشه، این حتما به یک دام بسیار کلان واقع میشه. دوم، برخورداری از استقلال کامل است. دو مسئولیت شمی است که باید این مستقل باشه، استقلالیت داشته باشه. اگر یک مفتش مستقل نمی باشه، نظریه های از این تحت تاثیر گروه های زیربط است، یا تحت تاثیر هیئت مدیره است، یا ای که مثلا خودش به صورت قصدی همدست شده با بخش مالی و حسابی کمپانی، اینجا هم یک مسئولیت بسیار کلان و خطیری است که متوجه یک مفتش است. در صورتی که اگر مفتش مستقل نمی باشه، استقلالیت نمی داشته باشه، این حتما به یک مشکل یا خطر بسیار کلان میتونه مواجه شما. این دو. سوم، برنامه ریزی مؤثر است. سوم مسئولیت یک مفتش در قبال انجام کارش، باید یک مفتش برنامه ریزی بسیار دقیق باشه. اگر می خواهید که یک مفتش از این خطرهای احتمالی که ما قبلا یاد کردیم خود خلاصی بخشیده باشه، این باید برنامه‌ریزی بسیار مؤثر و دقیق داشته باشه در برابر کاری که انجام میده. سه، چهارم، به کارگیری روش‌های پذیرفته شده است. چهارم مسئولیت یک مفتش روش‌هایی که پذیرفته شده است، روش‌هایی که قابل قبول هست به خاطر امر تفتش، از این روش‌ها باید به کار بگیره. از روش‌هایی که منسوخ هست، قابل قبول نیست یا مردود هست، از این روش ها باید جلوگیری بکنه. پنجم، حصول اطمینان. دیگه چیزی که مسئولیت یک مفتش است، این باید اطمینان خود حاصل بکنه. تا زمانی که یک مفتش اول خودش مطمئن نشه، این نمیتونه که دیگران را مطمئن بسازه. پس مسئولیت دیگه که متوجه یک مفتش میشه، این باید خود مطمئن بسازه از نحوه انجام کار خود، که کارش تا کدام اندازه کیفیت داشته، باید از کیفیت کار خود مطمئن بسازه. ششم مسئولیتش، ارائه اظهار نظر مناسب. ششم مسئولیتی که یک مفتش داره و با انجام این مسئولیت یک مفتش از این خطرهای احتمالی میتونه خود جلوگیری کرده باشه، اظهار نظری که میدهد این باید مناسب باشه، مناسب باشه، قابل فهم باشه و صراحت کلام در او باید مد نظر گرفته شود. ایشش. هفتم، سرپرستی مناسب کارکنان تفتیشی. هفتم مسئولیتی که متوجه تیم مفتشین هست، هر تیمی که از طرف مرجع مستقل معرفی میشه، یا از خود یک سرکرده داره، یا سرتیم داره، یا نماینده داره. نماینده این مسئولیت داره که باید تیم خود بسیار به درستی سرپرستی بکنه، تا این که تمامی تیمش از قوانین و طرز العمل هایی که برشان داده میشه، از این طرز العمل ها پیروی بکنه. پس توجه کردن به این هفت مسئولیت
میتونه که امر مفتشین را کارهایشان را بسیار سهولت ببخشه. و در صورت که اگر مفتشین به این افت موردی که ما یاد کردیم تشریح کردیم، اگر اینها به این اعتنا نمیکنن، توجه نمیکنن، تکیه نمیکنن، حتما مفتشین به این خطرهایی که ما یاد کردیم حتما به این خطرها مواجه میشه و حتما اینها پاسخگو میباشه، هم در محاکم و هم در مراجع قانونی یک دولت. پس این خوب است که اگر شما من حیث مفتش فردا تعیین میشین، گماریده میشین به کارها، شما باید قبل از اینکه انجام میدهین کارهای خدا به این مسئولیت های مهم توجه بکنین، تا اینکه شما حتما هیچ زیر سوال یا تحت سوال و پیگرد شما قرار نگیرین. امید است که این مسئولیت ها شما این مسئولیت ها را درک کرده باشین، یاد گرفته باشین و حتما در صحنه عمل به اینها اعتنا و توجه بکنین. تشکر میکنیم از حوصله مندی شما. ان شاء الله در جلسه بعدی با یک موضوع جدید از تفتیش و کنترل دوباره با شما حاضر میشیم.